دوستان گرامی من و شنوندگان عزیز، بدون مقدمه وارد 36 برنامه از قضایای پر جوش و خروش دکتر مصدق میشویم و براتون تعریف میکنم که در آن روزهای آخر چه مسائلی و چه مطالبی به چه شکلی به نظر مردم رسیده است، چقدر این مطالب صحیح است و چقدر این مطالب ناصحیح، اونها رو بایستی با دقت و بررسی کامل از هم جدا کنید. حالا مطالبی رو که دارم براتون میگم نوشته هایی است که در طول زمان به خصوص در دوران جمهوری اسلامی آقایان غلام حسین صدیقی، آقای دکتر کریم سنجابی، آقای محمود نریمان و همچنین دکتر عبدالله معظمی که بدون تردید از طرفداران آقای دکتر مصدق بودند، جمع آوری کردند و به ترتیب انتشار دادند. حالا از بین آنها براتون خلاصه ای رو جمع آوری کردم و توضیح میدم. در اوت 1953 دکتر مصدق مجلس سنا رو با قانونی که به توشیع شاه رسانده بود تعطیل و مجلس شورای ملی رو پس از استعفای گروهی از نمایندگانش که طرفدار خود او بودند به استناد رأی‌گیری عمومی منحل کرده بود. به عبارت دیگر قوه مقننه در دوره فترت وجود داشت اما به کار نمی آمد. بنابراین مراتب با توجه به سنن و عادات نمی توان نفس عمل شاه، یعنی عزل دکتر مصدق و انتصاب سلشکر زاهدی رو تعبیر به کودتا یا آغاز جریان یک کودتا کرد. شاید در مواقع عادی میشد از دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در ایران، نظر مشورتی خواست. اما توجه داشته باشیم که آقای دکتر مصدق دیوان عالی کشور رو هم به حال تعلیق در آورده بود، به این جهت قابل استفاده نبود. در مقابل تردید نیست که نحوه مضحک ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به او میتواند و میتوانست توهم نوعی کودتای نظامی را به وجود آورد و این همان نظریه است که هواداران دکتر مصدق بعد از این اقدام و خود او در جریان محاکمه نظامی و گفتگوهای در دادگاه با آن استناد کردند و از آن یک ملغمه ای ساختند که هنوز هم حقیقت در اسناد رسمی روشن نشده است. به هر حال دو فرمان عزل دکتر محمد مصدق از ریاست دولت و انتصاب سلشکر فضل الله زاهدی به جای او در 13 اوت 1953 در کلاردشت به توشیع محمدرضا شاه رسید و این روشن و مسلمه. خود شاه در کتاب پاسخ به تاریخش می نویسد که سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی را مأمور ابلاغ آنها نموده است. یافتن مخفیگاه سلشکر زاهدی
برای سرهنگ نصیری دشوار نبود. زاهدی و شاه اندکی پیش از حرکت زوج سلطنتی به کنار دشت مخفیانه با یکدیگر ملاقات نموده بودند و احتمالاً شاه به نصیری گفته بود که چگونه میتواند با نخست وزیر جدیدش تماس بگیرد. سرهنگ نصیری در لباس شخصی و به وسیله نقلیه غیرنظامی از کلاردشت به سوی پایتخت حرکت کرد. در خانه بازرگانی موسوم به مصطفی مقدم که سرلشکر زاهدی در آنجا پنهان بود به دیدارش رفت. تنی چند از حلقه اول یاران زاهدی از جمله سپهبد مرتضای یزدان پناه در آنجا حضور داشتند. فرمان انتصاب سرلشکر که دیگر نخست وزیر ایران بود به وی تسلیم شد. زاهدی به سرهنگ نصیری دستور داد در رأس ساعت 23 یعنی 11 بعد از ظهر به اقامتگاه نخست وزیر برود و فرمان ملوکانه را به وی ابلاغ کند. زاهدی می دانست و به نصیری هم تفهیم کرده بود که در آن شب جلسه هیئت دولت در اقامتگاه مصدق و در حضور وی تشکیل می شود که معمولاً در ساعت 23 به پایان خواهد رسید. به این جهت به او دستور داد که فرمان برکناری را در آن ساعت به اطلاع وزیران برساند که دیگر شک و تردیدی در تغییر و تحول و نقل و انتقال قدرت باقی نماند. بیللی که هنوز بر هیچ کس روشن نیست و در تمام این سالها با تمام کشش و کوششی که شده است هنوز نتوانستند اصل مطلب را دریابند. این برنامه اجرا نشد. چرا؟ سرهنگ نصیری پاسی بعد از نیمه شب که دیگر جلسه هیئت دولت به پایان رسیده و وزرا متفرق شده بودند با لباس نظامی به در اقامتگاه نخست وزیر رسید. خودش با یک جیپ ارتشی که سوار بود و به قولی دو زره پوش کهنه متعلق به سالهای 1930 که مسلح به یک مسلسل سنگین با یک توپ سبک و نیز دو کامیون از افراد گارد همراهش بودند. اتفاقا شخصی از دوستان مصدق در آن ساعت گرم تابستان در ایوان اقامتگاه خود که اندکی بیش از 1 کیلومتر در سر راه خانه مصدق قرار داشت به استراحت و بهره‌گیری از خنکی نسبی هوا مشغول بود. بنابراین بیدار بود. هنگامی که این ستون غیر عادی با وسایل نقلیه نظامی را دید، با توجه به شایعاتی که در شهر وجود داشت بیدرنگ به محافظان مصدق تلفن می کند و با آنها هشدار می دهد. بنابراین می توان پنداشت که گارد مصدق در انتظار نیروی ضربتی سرهنگ نصیری و در حال آماده باش بودند. تعداد افراد محافظ اقامتگاه نخست وزیر در آن حدود 1000 نفر بود و چند تانک سنگین که در اطراف آن محل موضع گرفته بودند در اختیارشان بود. در هر حال اینها مطالبی است که در جریان محاکمه دکتر مصدق از طریق اشخاص عنوان شده است. هنگامی که با بیش از 1 ساعت تأخیر سرهنگ نصیری زنگ در خانه مصدق رو زد
و همکارش سرهنگ ممتاز فرمانده گارد نخست وزیر بیدار و آماده پذیرایی از او بود، زیرا قبلا به او تلفن شده بود و به او آگاهی داده بودند. نصیری گفت که دست خطی از اعلی حضرت دارم که باید شخصا به جناب آقای دکتر مصدق برسانم. ممتاز نصیری را به داخل خانه دعوت کرد که او بلافاصله پذیرفت و به محض آن که وارد اقامتگاه دکتر مصدق شد، سرهنگ ممتاز به رعایت ملاحظات امنیتی از او خواست که سلاح کمریش را تحویل دهد. هر دو افسر ارتش بودند و به این قبیل مقررات اطلاع کامل داشتند و نصیری سوء ظن نداشت و چنین کرد. ممتاز دستور داد برای مهمانش چای بیاورند. سرهنگ ممتاز به اندرون مصدق رفت. شیر پیر در خواب بود. بیدارش کردند. ممتاز پیام نصیری را رساند، ولی مصدق او را نپذیرفت و دستور داد که نامه شاه را بگیرد و برایش بیاورد. ممتاز چنین کرد. در مدخل اتاق خواب مصدق به انتظار ایستاد. شیر پیر پاکت نامه شاه را گشود، آن را خواند، اما چیزی نگفت. برگ کاغذی برداشت و بر روی آن نوشت: ساعت 1 بعد از نصف شب 25 مرداد 1332 دست خط مبارک به این جانب رسید. دکتر محمد مصدق. نامه را به ممتاز داد که به نصیری بدهد، که او این کار را کرد و سپس با خونسردی کامل به ممتاز گفت که نصیری را بازداشت و افرادش را خلاص سلاح کنید، و سپس دوباره به خواب رفت یا لااقل تظاهر به آن کرد. معنایش آن بود که سرهنگ ممتاز مرخص است. در مراجعت به دفترش، سرهنگ ممتاز نصیری را در حال نوشیدن فنجان چای دید که وی دستور آوردنش رو داده بود و به فرمانده گارد شاهنشاهی گفت که به دستور نخست وزیر در حال بازداشت است و دستور داد که او را فوراً به دفتر رئیس ستاد ارتش سرتیپ تغییرایی ببرند. سرهنگ نصیری افسری بود منضبط، چاره هم جز اطاعت نداشت. سربازانی که همراهش بودن بدون هیچ عکس العملی اسلحه خود رو تحویل دادن. طبق روایت همه راویان، دکتر مصدق پس از خروج سرهنگ ممتاز از اتاقش به رئیس ستاد ارتش تلفن کرد و جریان رو گفت و دستور داد که تدابیر امنیتی ضروری اتخاذ شود، و گویا این بار واقعاً به خواب رفت. سرهنگ نصیری دستور داده بود که یک جیپ نفربر با 8 نفر نظامی به خانه سرتیپ دیاهی بروند و او را جلب کنند. در شهر همه می دانستند. حتی در جرائد نوشته شده بود که سرتیپ دیاهی شبها در دفتر محل کارش می ماند و در همانجا استراحت می نماید. همه می دانستند، اما کودتاچیان به اصطلاح نمی دانستند. خب، رئیس عملیات CIA در خاورمیانه نیز که این عملیات را به اصطلاح خودشان رهبری می کرد، او هم اطلاعی نداشت. همچنین سرهنگ نصیری دستور داده بود که حسین فاطمی وزیر امور خارجه، مهندس جهانگیر اخشناس وزیر راه و مهندس احمد زیرکزاده نماینده مستعفی مجلس منحله
او هم جلب و بازداشت می شود. گروه های کوچکی از گارد این دستور را انجام دادند. جلب و بازداشت حسین فاطمی، مرد توانای حکومت دکتر مصدق، از دیدگاه آنها یک عمل خشن قابل فهم بود. اما چرا دستور توقیف مهندس حق‌شناس، مردی خوشنام و کاردان که نقش سیاسی خاصی هم نداشت، و احمد زیرکزاده، سیاست پیشه پرگو که مانند او در تهران فراوان بودند، صادر شده بود؟ سرتیپ ریاحی در روایتش در جریان محاکمات از بقیه جریان آن شب میگوید که نصیری که آمد از او سوال کردم شما ساعت 1:30 شب منزل مصدق چیکار داشتید؟ جواب داد برای رساندن فرمان شاه رفته بودم. گفتم نمیشد روز روشن این فرمان را برسانید؟ ساکت ماند. گفتم بروید خودتان را به دژوانی معرفی کنید. رئیس ستاد هم چنین به شخصیت سیاسی و آن سه شخصیت سیاسی که جلب شده بودند به خانه‌هایشان برگردانده شدند. به این ترتیب عملیاتی که چند ساعت بعد کودتای گارد شاهنشاهی نامیده شد و یک صاحب منصب عالی رتبه CIA به قول خودشان از زیر زمینی در خیابان بهار آن را هدایت می کرد که سراپا کذب و دروغ بود و داستان به اصطلاح رمان نوشته شده بود، به صورت یک کمدی یا دلغکبازی ظاهراً به پایان رسید. اینها مطالبی بود که در قصه ها تعریف شده بود. حالا ماها بعد در جریان محاکمه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی، وکلای مدافع آنان همچنین دادستان نظامی کوشیدند که از ماجرای آن شب و جریانات آن سر در بیاورند. کوچکتری نتیجه‌ای حاصل نشد. اندکی بعد از آن در گفتگویی با سفیر امریکا شکست طرح آژاکس را شاه ناشی از ترفند بریتانیاها دانست. بدون اینکه علت آن را توضیح بدهد یا اگر توضیح داده در گزارش لوی هندرسون منعکس نیست و اصلا کاملا قضیه مسکوت مونده است، کودتای نیمبند نصیری به عنوان و تصور اینکه عامل عملی است با تعدادی سرباز و عرابه جنگی، چنان که سرتیپ ریاحی گفته و نوشته است، لشکرکشی کودکانه، به قول شخص دکتر مصدق لشکرکشی کودکانه، و بعد عنوان دیگری کودتا یا نامه، چنان که مخفی نوشته شده بود، که اون را هم آقای الهه بغرات در نوشته هایش عنوان می کند. و بعد علی امیر فتروس با چنین تیتر مسئله را می نویسد: آسان ترین و کم خرج ترین کودتای تاریخ. تعبیر و تفسیر هرچه باشد، واقعیت تاریخی این است که در شب 15 به 16 اوت 1953 محمد رضا شاه، CIA، دیپلماسی های امریکا و انگلیس با شکستی غیر قابل تردید موجه شدند. طرح آژاکس با ناکامی کامل مواجه شده بود. اما ماجرا به صورت دیگر و پیشبینی نشده ای ادامه یافت. حالا براتون تعریف کنم.
در ساعت 4 بامداد روز 16 اوت 1953 بیسیم گارد شاهنشاهی شکست مأموریتی را که به سرهنگ نصیری تفویض شده بود و بازداشتش را به اطلاع شاه رساند، محمد رضا شاه که از بازداشت خودش سخت بیمناک شده بود بیدرنگ همسرش را از خواب بیدار کرد و جریان را به او گفت و افسود که باید فوراً کلاردشت را ترک کنند و از ایران خارج شوند. خوب توجه کنید. کلاردشت فرودگاه نداشت. فقط زمین مسطحی برای فرود آمدن هواپیماهای بسیار کوچک موجود بود. شاید شاه و ملکه ثریا و سرگرد خاتم خلبان سلطنتی ابوالفتح آتابای در هواپیمای مزبور نشستند و رهسپار رامسر شدند که هواپیمای سلطنتی شاه در آنجا آشیانه گرفته بود. در ساعت 5 صبح پرواز هواپیما به سوی رامسر آغاز شد. شاه نخست نگران بود که مبادا فرودگاه رامسر که هواپیمای دو موتوره وی در آنجا قرار داشت به دستور مصدق و سرتیبریایی اشغال شده باشد، مطلقا خبری نبود و در ساعت 6 بامداد هواپیما پس از بنزین گیری و آماده شدن آشیانه خودش رو ترک کرد و خدمه ای که سرویس می دادن اصلا مطلع از جریانات نبودن. هواپیما عازم بغداد شد. آنها نزدیک ظهر به فرودگاه پایتخت عراق رسیدند. از برج مراقبت فرودگاه هویت سرنشینان هواپیما و سپس تقاضای فرود آمدن آنها پرسیده شد. محمد رضا شاه احتیاطاً جواب داد که وی خلبان یک هواپیمای تفریحی است که سرنشینان آن به علت خرابی موتور تقاضای فرود اضطراری دارند. توجه می‌کنید؟ دقایقی چند گذشت پاسخی نرسید. سرانجام به هواپیما اجازه فرود آمدن داده شد. دستور رسید که در انتهای باندهای فرودگاه به زمین بنشینند. به محض فرود و خاموش شدن موتورها مردان مسلحی هواپیما را محاصره کردند. شاه بار دیگر نگران شد که شاید دولت ایران از مقصد هواپیما مطلع گردیده و تقاضای بازداشت سرنشینان را کرده باشد. با قیافه خونسرد و آرام به تنهایی از هواپیما پیاده شد. یک افسر عراقی به سوی او آمد و با انگلیسی دست پا شکسته ای توضیح داد که قرار است هواپیمای ملک فیصل دوم تا چند دقیقه دیگر فرود بیاید. به همین سبب فرودگاه تحت مراقبت نظامی قرار گرفته. فراریان و شاه نفسی به راحتی کشیدند. به ویژه که افسر عراقی حتی شاه را نشناخته بود. شاه تکه کاغذی پیدا کرد و چند کلمه بر روی آن نوشت و از مأمور فرودگاه خواست که به محض به زمین نشستن ملک فیصل کاغذ را به او بدهد. سرنشینان هواپیما تحت نظر به یک انبار فلزی که درجه حرارت آن متجاوز از 40 بود هدایت شدند. چند دقیقه بعد از آن شاهد فرود آمدن هواپیمای سلطنتی عراق بودند. یک دسته ارکستر نظامی سلام رسمی عراق را اجرا کرد. مراسم تشریفاتی انجام شد.
نیم ساعت دیگر گذشت، شاه و ثریا و دو همراهانش خیس عرق بودند. لباسهایشان در حالت زار در این گیر و دار که دیگر ملک فیصل آن محل را ترک کرده بود، رئیس فرودگاه با پرسجو و بازرسی آمد. اما رئیس فرودگاه فوراً شاه را شناخت و از همانجا به شخص دیگری تلفن کرد و مطالبی به زبان عربی گفت که طبیعتاً زوج سلطنتی و همراهانشان آن را درک نمی کردن. اندکی بعد وزیر امور خارجه عراق سر رسید و چهار سرنشین هواپیما را به دار و ضیافه سلطنتی محل پذیرایی مهمانان پادشاه عراق هدایت کرد. اتومبیل حامل شاه و ملکه دارای تهویه مطبوع بود و دستگاهی استثنایی برای آن زمان. ثریا از سرما می‌لرزید. لباس نازکی بیشتر به تن نداشت. وزیر خارجه عراق از جانب ملک فیصل، محمد رضا و ملکه ثریا را برای ساعت 17 یعنی 5 بعد از ظهر به صرف چای در کاخ سلطنتی دعوت کرد. ملکه ثریا به او گفت که نه لباس دیگری دارد نه کلاه دیگری و دستکش و از سر و وضع خود بسیار ناراحت است. وزیر امور خارجه عراق به او جواب داد در وضع فعلی کسی توقعی از شما ندارد. همه می دانند که از یک مراسم نمایش لباس های تجملی نمی آیید. ملکه ثریا در خاطراتش می نویسد که از این عبارت بسیار دلشکسته شد، چرا که با وجود رعایت ادب و نزاکت می خواستند به او و به همسرش بفهمانند که دیگر کسی نیستند و از آنان توقع زیادی نیست. سر و وضع لباس های شاه و ملکه ایران برازنده نبود. با این حال پذیرایی ملک فیصل از آنان به خوبی برگزار شد. پادشاه عراق از آنان دعوت نمود که هر قدر مایلن در عراق بمانند، ولی افزود که سفارت ایران در جریان ورود هواپیما به بغداد قرار گرفته و شدیداً به این عمل اعتراض کرده و ممکن است درخواست بازداشت آنان را بنماید. شاه از حسن توجه و میهمان نوازی ملک فیصل تشکر کرد، ولی از قبول دعوت او عذر خواست. فردای آن روز به زیارت مرقد حسین ابن علی امام سوم شیعیان در کربلا رفت و مدتی زیارت کرد و سپس هر چهار نفر عازم روم شدند. هواپیمای سلطنتی را در بغداد گذاشتند. گویا امید زیادی به بازگشت و استفاده مجدد از آن در شاه نبود. ورود فراریان به فرودگاه چیامپینو در پایتخت ایتالیا بی سر و صدا انجام نشد. اتفاقات تهران در جرایت انعکاس وسیعی داشت و خبرنگاران و فیلمبرداران در انتظار زوج سلطنتی بودند. سفیر ایران در ایتالیا نظام السلطان خواجه نوری، رئیس کل سابق تشریفات دربار شاهنشاهی، همان کسی که مراسم ازدواج محمد رضا شاه و ملکه ثریا را ترتیب داده بود، در فرودگاه حضور نداشت. وزیر امور خارجه به او دستور داده بود که اعتنایی به شاه و ملکه نکند و او این دستور را اطاعت می‌کرد. او نه تنها در فرودگاه نبود، بلکه اتومبیل شخصی ملکه ثریا را نیز که در گاراژ سفارت ایران نگهداری میشد ضبط کرده و از تحویل آن به زوج سلطنتی خودداری کرد که برای هر دو بسیار مهم و برخورنده بود. خواستند به وی تفهیم کنند که این اتومبیل متعلق به دولت نیست، بلکه
ملکه این اتومبیل را به عنوان اتومبیل شخصی خودش استفاده می کند و هیچ ارتباطی به دولت ندارد، ولی او به این مطالب گوش نمی دهد. در فرودگاه روم فقط یکی از کارمندان شرکت وزارت امور خارجه ایتالیا به استقبال زوج سلطنتی ایران آمده بود. سه تن ایرانی در آنجا حضور داشتند. حسین صادق، کارمند سازمان جهانی خاربار و کشاورزی. مراد عریه، بازرگان معروف. و یک کارمند محلی ایرانی. بنابراین هیچ کسی که بتواند به شاه خدمتی ارائه دهد وجود نداشت. حالا سفارت ایران به مراد عریه یک آپارتمان کوچکی را داده بود برای انجام کارهایش، نه آپارتمان سلطنتی، بلکه یک آپارتمان معمولی که در طبقه آخر همان مهمانخانه معروف اکسلسیور وجود داشت و عریه آن را برای شاه و ملکه ایران گرفته بود. حالا عریه شاه و ملکه را به آن آپارتمان راهنمایی کرد و آپارتمان را در اختیارشون گذاشت و دسته چک خودش را هم بیرون آورد از جیبش و چند چک سفید را امضا کرد و در برابر شاه نهاد و گفت اعراضتا هر رقم و هر نامی را که میخواهید در این چک ها مرقوم بفرمایید. چون از وضعیت موجود اطلاع دارم، من از هر جهت در اختیارتان هستم. شاه سخت تحت تاثیر قرار گرفت و از او تشکر کرد و از پذیرفتن چک معذرت خواست. اما میدانیم که اعلی حضرت خانواده اریه را هرگز فراموش نکرد و حق‌شناسی خود را به آنان در سالهای بعد نشان داد. شاه و ملکه ساعتها در آن آپارتمان کوچک باقی ماندند و هرگز آنجا را ترک نکردند و در را به روی خود بستند و در انتظار اخبار ایران همچنان در آپارتمان باقی ماندند. دوستان عزیز و گرامی من، خب قصه ایست از قصه های روزگار که بر سر بزرگ مردان ایران آمده است. امیدوارم که خیلی شما را آزار ندهد. تا هفته بعد به انتظار بمانید تا ببینیم بالاخره چه پیش میاد. روز روزگارتان خوش.